نام من محمد نادر نعیم است. من پسر سردار عزیز نعیم و نواسه سردار نعیم خان، برادر شهید سردار داود خان هستم. و از طرف مادر نام والده صاحب مریم عزیز نعیم است و اونا دختر بابای ملت المتوکل الله محمد زای شاه هستند. نه خیر، اونا دو دختر داشتن، اینها دختر دومشان هستند و فرزند سیومیشان. کودتای 26 سرطان وقتی که واقع شد، ما 8 ساله بودم و خوب به یاد دارم. و باز بعد از او باقی فامیل رفتم به طرف ایتالیا و ما ماندیم در ما و پدرم. البته والده صاحب رفتن با اعضای دیگه فامیل به ایتالیا و ما و پدرم ماندیم به کابل تا سال 1977 و باز بعد از او طرف کشور انگلستان رسم باشیم. قصه جالبه که از خاطرات بابای ملت از ای است که من تصادفاً هم اونجا بودم، بیاد دارم خوب که یک روز سریعوار بابای ملت پیشان آمدن، گفتن که حضور آل حضرت یک چند معسل بی حیا با پارک زرنگار یک گلابرویتان یک سگ گرفتن و مویاش کوتاه کردن و در گردنش یک لوحه را اویزان کردن به نام شما. گفت اگه امر بدین که ما اینا را بریم و دستگیر کنیم و پنجه قانون بسپاریم. حضور آل حضرت خنده کردن، گفتن هیچ چیز نکنین. گفت که این توهینه که کرده به شما نکرده، به ما کرده. و هر وقتی که اینا خسته شدن از این کار خود، باز از اینا دعوت کنین که بیاین یک دفعه باز امرایشان من میشینم دیگه. خوب اینا مظاهره خود کردن و شعار خود دادن و بالاخره از اینا دعوت شد که بیاین به داخل حق میشینین. وقتی که اونجا ششتن و یک چند دقیقه با بابای ملت هم صحبت شدن، کلشان بسیار به پشیمانی گفتن که ما بسیار اشتباه بزرگ کردیم و دیگر هیچگاه یک بد را نمی کنیم. دیگر مو بود یک خاطره که یک کسی بود که به حد و به اندازه مهربان بود و هم افغانستان را واقعا مثل فرزندان خود می دید و اگر باز وقت باز فرزندان شوخی هم می کردن تحملش داشتن. بابای ملت مردم را بسیار خوب میشناخت و مردم را درک میکرد، صبر و حوصله بسیار زیاد داشت و اونا امو گفته شما امو تلسمش امی بود که چی رقم روابط با اقشار کلیدی افغانستان با وجود بیارن که اعتبار اعتمادشان را به دست بگیرن. من مثلا بیاد داشتم که در وقت مراسم جشن یا عید یا اینا ای بزرگای قومی و علما و اینا را دعوت میکردن در خود شهر کابل و ازشان استقبال بسیار گرم میکردن و این منجر و این بود که اونا هم وقتی که پس میرفتن به مناطق خود بسیار به یک حالت خوشی و افتخار پس میرفتن که این شاه از ما استقبال کرد و یک اعتبار اعتماد به وجود آمده بود. و در این زمان ما بیاد دارم که مشکلاتی که در او وقتا مثلا در مناطق دوردست افغانستان رخ میداد، فقط 90% توسط اینمی مردم ها و اقشاری که با ایشان ارتباط خوب و نزدیک داشت حل میشد. یعنی حکومت و حکومتداری فقط 1% حاکمیت نظام بود، دیگر روابط شخصی و دانش و فهم و استدلال خود جامعه عناصر دیگه‌اش بود.
و همی بود که مثلا ما شما میشنویم که دو وقت نظام به شکل پیش میرفت که حتی یک عسکر بدون اسلحه میگن با کمربند خود میتونست مثلا مردم از ولسوالی به ولایت ببره اگر کدام مشکل حقوقی به میان میامد. دیگه یک رابطه بود، یک رابطه که در طول البته 40 سال بهتر شده بود و به اونجا یک احساس وحدت ملی هم با وجود آمده بود. اما به یاد دارم وقتی که ما پس به افغانستان بازگشتیم در سال 2002، کسانی که آمدن به دیدن بابای ملت از هر ولایت و از هر قوم افغانستان بودن، یعنی تنها از یک منطقه نبودن، واقعا بابای ملت بود. اگر بسیار خلاصش کنیم، از دیدگاه ما چیزی که ما از دست دادیم ارزش‌های ماست. به افغانستان به قدیما ما بیاد دارم که یک احساس صمیمیت بود، یک احساس محبت بود، یک احساس احترام بود. مردم با همدیگر یک وابستگی خاص داشتن و این محیط جنگ و 40 سال جنگ و بدبختی و بیچارگی و ماجرت اینا یک فضای بالکل دیگه متفاوت پیاده کرده. و به اینجا بیشترین چیزی که من رنج میبرم که مسائل قومی بالا شده، مردم با یکی دیگه باورمند نیستن، فاصله بسیار زیاد در بین حکومت و ملت به وجود آمده. دیگه از او خاطر من گمان کنم عدم ارزش‌های معنوی ما شماست که ما ایر از دست دادیم می طول 40 سال گذشته. و بسیار زیاد ما نمیتونیم که مردم رو ملامت کنیم، چون که مردم واقعا به اینجا محروم هستن، رنج دیدن، هیچ کسی نیست که قربانی نداده باشه. و این انسان از روی از نقطه نظر روانشناسی هم بالکل به یک طرف و یک ذهنیت دیگه متحرک میسازه. دیگه ما گمان کنم که سببش او است. و دیگه اگر ما از نقطه نظر مادیات بگیریم، درست است که پول زیاد به افغانستان آمده یا موترها زیاد شده یا بلند منزل ها زیاد شده، ولی اگر روی هم رفته ببینیم امی امکاناتی که آمده باز هم به دست یک گروه یا حلقه بسیار محدود است و امی اکثریت خاموش ملت افغانستان با اونمون بیچارگی و فقر که به سابق بودن با مو شکل زندگی خود پیش میبرن. برای ما بسیار جالب بود که یک روز یک بزرگا آمده بودن کلانای ولایت لوگر و با اونجا یک پیرمرد با ما یک چیز بسیار جالب گفت. گفت که زندگی ما که در روستای افغانستان زندگی میکنیم بسیار تفاوت نکرده از وقت حکمرانی بزرگای شما تا امروز، منتها ما یک چیز داشتیم به او وقت که برای ما بسیار ارزشمند بود و آل او را نداریم و او عبارت بود از آبرو و عزت ما. دیگه از او خاطر وقتی که ما بهترین چیزای جهان داشته باشیم و آبرو و عزت نداشته باشیم یا آزادی نداشته باشیم، گمان کنم که بسیار جالب نباشه. چند از چطور هستید؟ تربوز وطن در دنیا نیست. این رقم خربوزه به هیچ جای دنیا پیدا نمیشه و واقعا همین که به فصل میوه های رنگ و رنگ از مناطق مختلف افغانستان می آید و او را نصیب می شیم بسیار یک جای خوشی و افتخار است. واقعا میوه وطن ما به هیچ جای دنیا نخوردیم. قیمتش بد نیست، مگر ما یک سس مشکلات البته هست که ما نتونستیم بازاریابی درست کنیم برای موادی که تولید میشه به افغانستان و زحماتی که کشیده میشه برای پرورش از اینا.
و قیمتی که امو دیقان میگیره بسیار کم است و واقعا جای افسوس است که ما نتانستیم که از این میوه ها بهره‌برداری بهتر کنیم. والا تا جایی که خالبت نشسته که ما داشتیم با گروه رهبری خود قطر بود یا کسانی که به قطر حضور دارن، اونا بسیار زیاد مطمئن بودن که پس به افغانستان میان و یک سهم بسیار مهم و کلیدی را به دست میگیرن. صحبتهایشان بسیار قناعت بخش بود، هیچ جای شک نیست، و چیزهایی که اونا ظاهراً تقاضا میکردن و میخواستن چیزهایی نبود که بسیار قابل سوال باشه. چیزی که برای من جالب بود که این بار اول بود که همین نسل جوان بالخصوص با تیم ما که بود که همراهشان روبرو نشست کردن و صحبت کردن و چقدر تفاوت نظر بود و مو ترتیب صحبت کردن و به ترتیب جملات که استفاده میشد. مگرم بازم روی هم رفته یک فضای خوبی بود من گمان کنم، بلخصوص برای نشست اولی دیگه. من امیدوار هستم که یک کم فعلا بحرانی که من شاهدش هستم همی است که عدم اعتبار اعتماد فعلا موجود است. تا وقتی که ایره کاهش نتیم ناممکن است که ما بتانیم که واقعا به یک نقطه توافق نظر با طالبا برسیم، و اگر اونا این طرف را متهم میکنن و این حکومت اونا را متهم میکنه که مثلا تروریست هستین یا نوکرای ایسا هستین یا امثال از اینا، زیاد میشنم این موضوعات، من گمان کنم که مو رسیدن به یک نقطه مشترک مشکل میباشه. تا وقتی که یک نیت پاک، یک نیت صاف به وجود نبیایه، من گمان کنم که بسیار مشکل است که ما سال پس به افغانستان تجربه کنیم. اگر ما بگویم حکومت به دستشان دادن، این بالکل یک معنی دیگر می داشته باشه از اینکه که اونا یک سهم داشته باشن. تا جایی که گفتم بازم می صحبت هایشان از چیزایی که می گفتن که دیدگاه اینا با یک دیدگاه متفاوت و یک عملکرد متفاوت داخل صحنه بر بار دو میشه. این چیز است که میگن تا چه اندازه ای جنبه عملی را داره یا خیر، این باز قضاوت شب و وقت میشه کنیم. چیزی که بسیار مهم است که اونا میفهمند که افغانستان امروز افغانستان سالهای 1990 نیست و تغییرات بسیار عمده آمده، و بخصوص همین چیزی که شما فرمودین که یک قشل تحصیل کرده جوان افغانستان است و اینا فکر قرن 21 دارن و بسیار مشکل است که با قیوداتی که به سالهای 1990 طالب آورده و نمایی زندگی کنند. دیگه از او خاطر من امیدوار هستم که سطح رهبری طالبا همین مسائل درک کنن و با مشارکتشان و زمامداری آینده افغانستان ما یک افغانستان بسیار متفاوت ببینیم از افغانستانی که تجربه کردیم به سالهای 1990. شما میخواییم که داینده یک رئیس جمهور شدیم؟ چی یک سوال؟ همون یک اصطلاح مادانه میگه یک گپ زد پخته زد. والا اگر راست شب پرسان کنید، ما خواهید فقط وقت که افغانستان رو مواده یا تا بابای ملت که بسیار یک فرصت خوبی را داشت همیش میگفت، من به هیچ وقت از یاد نمیبرم که ما به بازگرفتن قدرت نمیریم به افغانستان و ما واقعا بر بازگرفتن قدرت نامدیم، و اونا میشه گفتن که اراده آزاد ملت و مردم افغانستان بر مرزشمند است از همه چیز کرده بیتر. کرسی ریاست جمهوری یک کرسی بسیار بزرگ و یک مسئولیت به حد و به اندازه بزرگ است و این یک چیز نیست که یک شوق باشه. من گمان کنم که اگر هر رقم وظیفه یا قربانی یا مسئولیتی که به عهده ما گذاشته شد او را گوش میکنیم و
بهترین شیوه توانمندی خود را پیش ببریم. مگر می که علاقه خاص برای کرسی ریاست جمهوری داشته باشم من ندارم. خوبه، زنده باشه. چای چند بجه رو کریم؟ خوب دیگه. ویش من تازه؟ یکی از هست. تشکر زنده باشه.